نوید افکاری اعدام شد. او از بازداشتی های اعتراض های مرداد 97 بود. اعتراضاتی که افزایش قیمت سکه و دلار از دلایل آن بود. خانواده‌اش داغدار شدند و دیگر منتظر لغو حکم اعدامش نیستند. اما هنوز عده زیادی از خانواده های بازداشتی های اعتراض های اخیر ایران دلنگرانند. کسانی که احتمالاً شنیدن خبر اعدام نوید افکاری تنشان را لرزانده. اعتراض هایی مثل این: دی ماه 96 و تظاهرات ضد حکومتی که از مشهد آغاز شد. اعتراض به گرانی، فقر و بیکاری و سیاست های دولت حسن روحانی. البته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از شعارهای تند معترضان بی نصیب نماند. حکومت از زمان اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88 تا حدود 8 سال شاهد چنین حضور گسترده ای از معترضان در خیابانها نبود. پس به سرعت دست به کار شد. از سرکوب و بازداشت و کتک زدن گرفته تا کشتار معترضان. این مصطفی صالحی است، از بازداشتی های همان اعتراض ها. او به قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم شد. البته خودش این اتهام را رد کرده بود. این تصاویر تلویزیون دولتی ایران از بازسازی صحنه قتل است. فشار بازجوها و یک اعتراف تلویزیونی دیگر. ایشون آموزش‌های خاص دیده بود و به راحتی نمی‌شد حرف از ایشون بیرون آورد و خیلی بچه‌ها تلاش کردند تا این قرائن و ادله رو بتونن جمع آوری. مصطفی صالحی حدود 5 هفته پیش اعدام شد. خبر اعدام او در حالی منتشر شد که چند روز قبل از آن در رویدادی بی سابقه در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر از سراسر جهان میلیون‌ها بار با استفاده از هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شده بودند. 3 جوان محکوم به اعدام در پرونده اعتراض‌های آبان ماه 1398. اعتراض‌هایی که افزایش 3 برابری قیمت بنزین جرقه آن را زد. طوفان توییتری در مورد این 3 بازداشتی اعتراض‌های 98 جواب داد و فعلا حکم اعدامشان لغو شده. اما همزمان اعلام شد حکم اعدام 5 نفر دیگر در ارتباط با اعتراض‌های دی ماه 96 در اصفهان تأیید شده. مهدی صالحی، محمد بسطامی، هادی کیانی، مجید نظری و عباس محمدی. به گفته برخی سازمان‌های حقوق بشری این 5 نفر هر کدام به اتهام محاربه و قیام مسلحانه علیه حکومت به 2 بار اعدام محکوم شدند. زندانیان بسیاری هستند که هر یک داستانی دارند و شرح حالشان در یک گزارش نمی گنجد. اما به گفته سازمان عفو بین الملل، علت بازداشت و جرائمی که به آنها نسبت داده شده، این را تداعی می کند که حکومت جمهوری اسلامی ایران نه در پی اجرای عدالت، بلکه به دنبال انتقام جویی است. مهدی بیگی، رادیو فردا.